برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. شیخ مصطفی ادیب هندی از وکلای بزرگ مرجع جهان تشیع، آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامازلو در کشور هند و مسئول شبکه خدیجه تیوی طی سفر به شهر مقدس قم در بیت مرجعیت دینی حضور یافت و با آیت الله سید حسین شیرازی حفظه الله فرزند بزرگ مرجع جهان تشیع دیدار کرد. طی این دیدار دو طرف در رابطه با مسائل روز جهان اسلام و همچنین اوضاع شیعیان در کشور هندوستان گفتگو کردند. فرزند آیت الله العظمی شیرازی در این دیدار بر لزوم گسترش فعالیت‌های دینی و فرهنگی و همچنین صیانت از جوانان در مقابل شبهات و افکار ضاله تأکید کرد. هفتمین جشنواره فرهنگ غذایی غذاهای چینی در پکن شاهد حضور غذاهای حلال در کنار اغذیه سنتی چینی بود. در این جشنواره که در مرکز نمایشگاهی ژینگونتی از روز جمعه 5 خرداد آغاز شد، بخشی به غذاهای حلال اختصاص داشت. در این جشنواره عرضه کنندگان غذای حلال در کنار سایر غرفه ها غذاهای متنوع چینی را با استفاده از محصولات حلال به بازدید کنندگان عرضه کردند. به مناسبت میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، مدرسه مصباح حسین علیه السلام وابسته به مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام در شهر هرات کشور افغانستان مسابقه‌ای با عنوان حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار کرد. در این مسابقه که شامل موضوعات تاریخ، علوم و سیره اهل بیت علیهم السلام می شد، 150 دانش آموز دختر و پسر شرکت کردند که 22 تن از آنان رتبه های برتر را کسب کردند. منابع محلی در استان میدان ورده که افغانستان میگویند دو کودک در نتیجه انفجار مهمات منفجر نشده در این استان جان باخته و یک کودک دیگر زخمی شده است. این رویداد روز یکشنبه 7 خرداد در روستای دورافتاده شهرستان سیدآباد میدان ورده که رخ داده است. بر اساس اطلاعات منابع قربانیان این رویداد کودکان 9، 12 و 14 ساله بودند. ظاهراً مهمات منفجر نشده از سالهای قبل و از زمان درگیری طالبان با نیروهای امنیتی حکومت پیشین در این منطقه به جا مانده است. گفتنی است که وجود مین‌های کارگزار شده طالبان در بیشتر مناطق زندگی مردم را تهدید می‌کند.